بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید و آرزو دارم که در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید سلامت و سرحال باشید. غربت گزنده و پهناوری که گستره جغرافیایی آن را از چهار گوشه جهان آغاز و تا وطن سابق ادامه پیدا میکند، برادران کسر الله امثالهم مهندسی فرمودند. شما گرامیان، امروز 25 نوامبر 2015 ترسایی برابر با 5 آذر 1394 خورشیدی به نهمین برنامه طعم تلخ طنز توجه می‌فرمایید. برنامه‌ای که همان گونه که از نامش پیداست در قلمرو طنز سیاسی است و مطالب آن نیز برگرفته از جایی نیست مگر طنز نوشته های فدوی هفتگی، ببخشید هفتگی فدوی، که این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان منشی آقای فدوی در این گوشه در خدمت شما هستم. به مختصر اضافه میشه که طنزهای تقدیمی آقای فدوی از نوع طنز ژورنالیستی است و بر این پایه با طنز نمایشی ام از رادیویی یا تلویزیونی اندکی تفاوت داره. گویی که فدوی پیش از اینها هم نویسنده شمار قابل اعتنایی نمایشنامه‌های طنز سیاسی بوده است که از رسانه‌های برون‌مرزی تولید و پخش شدند، اما در اون عرصه اجارتاً فعال نیست و در این سو به التیام جراحات وارده مشغول است. پس هم به حضورتون که مقدمتا عرض بکنم که مراهم لطف و بزرگواری دوستان به آقای فدوی طبق معمول به قول عوام فوروارد شد. ایشون بسیار تشکر کردن و سلام رسوندن. بعد یکی تو پرسش هم دوستان کرده بودن که من با ایشون در میون گذاشتم و دوستی پرسیده بودن که چرا تلخ، طنز تلخ چرا؟ عرض کنم که ایشون گفتن که در یکی از برنامه‌های پیشین که به گمانم مراد ایشون برنامه نخست بوده باشد، توضیحاتی رو از منظر فدوی در ارتباط با طنز داده بود و اینها، و طنز به عنوان به قول عوام یک ژانر مستقل ادبی یا یک نوع مستقل ادبی برای خودش انواعی دارد که یکی از انواع اون هم طنز تلخ است. بر روی حالا اینکه چرا تلخ شده است یا گاهی تلخ می شود، علت این است که این طنز ها همونطور که عرض کردم طنز ژورنالیستی و بر پایه وقایع اتفاقیه نوشته می شود یا تهیه می شود و این وقایع اتفاقیه هم به اهتمام برادران شده است فجایع اتفاقیه، بنابراین از کوزه برون همون تراوت که دروست و از فجایع اتفاقیه عرض کنم که انتظار خیلی زیادی نمی شود داشت. این نکته اولی که دوستان پرسیده بودن. بعد دیگری که در یکی از برنامه های پیشین قرار بر این بود که از آثار فدوی در عرصه های گوناگون نمونه های خیلی کوتاه و گذرایی خدمت شما تقدیم بکنیم که به علت مسافرت های فدوی این سوی آن سو میسر نشد. حالا بران شدیم که از امروز اگر بشود این کار رو انجام بدیم. مقدمتا عرض میکنم که آقای فدوی در دست کم چهار عرصه به طور حرفه‌ای فعال بوده است از سالیان گذشته که آغاز اون به دوران نوجوانی برمیگرده اگر بخوایم دقیق تر عرض کرده باشیم، و بعد همچنان ادامه داشته است و تا امروز که در خدمت شماست. و این عرصه ها عرض کنم که ادبیات هست به طور عام، کلاسیک و البته ادبیات مدرن، و شما اگر در آثار فدوی نگاه بکنید در انتشارات او در بخش انتشارات سایت hazl.com hazl.com اونجا ملاحظه می‌فرمایید. دیگه نیازی نیست که بعد تمام این آثار رو نام ببرم، ولی به هر حال عمدتا در عرصه شعر مدرن است و فدوی در شعر مدرن هم سبک و سیاق خودش را دارد و
ممکن است که آشنا باشند برخی از دوستان یا به تدریج آشنا بشوند. در عرصه شعر پدری اهل عرض کنم که کوتاه نویسی است و از او پرسیده بودند که چرا اینجوری است، چرا گاهی وقتا این شعرها حتی از مثلا دو سه سطر فراتر نمی رود. گفته بود که آقا یا خانم انسان معاصر وقت ندارد، بنابراین همه چی باید به صورت کپسول باشه و بر این پایه هست که شعرهای فردوی عمدتا کوتاه هستند. حالا اگر مثالی همین الان خواسته باشید از بنده، شعر مرا گاه زیر چتر بخوانید، سطر بعد ممکن است باران بیاید. شعر هنوز شروع نشده تمام میشه. این سبک و سیاق فردوی در شعر عرض کنم که مدرن هست و فردوی با شعر کلاسیک هم آشناست و یه روزی که بپردازیم به طنز منظوم، در اونجا نمونه هایی از عرض کنم که آثار منظوم فردوی در طنز رو هم خدمت شما تقدیم میکنیم. خب به اجمال اختصار چنین شد که فردوی در شعر کلاسیک، شعر مدرن عمدتا و بعد در عرصه خوشنویسی به قول عوام کالیگرافی، او دارای درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران است و عرض کنم که آثار زیادی داشته است و نمایشگاه های این سو و اون سو. حالا امروز از هر و ضمناً در عرصه ترانه هم کارهایی مرتکب شده است به طور عرض کنم که اتفاقی و اونها هم هستش و در ژورنالیست هم که به هر حال ایشان اشتغالاتی دارد. خب برویم به این که یک شعری که خیلی کوتاه البته نیست، این میان قامت است، این شعر از فردوی است، خدمت شما بخوانیم. عرض کنم که اسم این شعر هست برخورد. میگوید که چه صلابتی دارد این غم وقتی که با آن چهره هندسی دشوار، آن چکمه های وهم‌آلود و آن پوستین خاکسترین همیشگی از راه میرسد. خوب است که ودکا امانش نمیدهد. به دیوارها اعتماد دارم، دیوارها از جنس پیشانی اند و به قالی نیز که سرش همیشه به گلهای حاشیه گرم است. به پنجره اما نه، پنجره ها حتی از نوازش یک نسیم خنک از راه به در می شوند. ضعف عظیم این اتاق محقر پنداری همین پنجره عاشق پیش است و غم به گمانم همیشه از این روزنه به من حمله می کند. خوب است که ودکا امانش نمی دهد. راستی تو چی می کنی رفیق؟ این مهاجم عبوس را در کدام چارچوب تحلیل می کنی؟ وقتی که ناگهان از پنجره می آید و گلهای قالیت را لگد می کند. خب این شعر برخورد بود. بعد یادم رفت عرض بکنم که این شعر از بگمانم از کتاب یک عرض کنم که از زوردست تبعید است که برخی از این کتاب ها دیگه موجود نیست، الان بعد ندارم که به شما نشون بدهم، اما آن دست از اشعاری که شعرهای مدرنی که کتابهاش دیگه موجود نباشه، شما اگر کسی علاقمند باشد میتواند که در مجموعه آثار فردوی که پیش از اینا میگفتن کلیات آثار، در اونجا اینا باید باشه. بعضی از کتاب ها هنوز موجودن، همونطور که عرض کردم اگر که علاقه بود و انگیزه ای تشبید به hazl.com در قسمت انتشارات ملاحظه خواهید فرمود. بعد دوستانی که اهل اینترنت باشن همونجا می توانند که به شرطی کتاب موجود باشد البته یا سیدی موجود باشد می توانند که اونجا آورده بدهند. و دوستی هم پرسیده بود که دوستانی که با اینترنت میانه ندارن چه کنن، تو ایشون عرض کردم که باز تشبه در قسمت تماس در اونجا صندوق پستی فردوی اونجا هست hazl.com، بعد که هست 5502 صندوق پستی پی او باکس 5502
چسفورد شهرش کالیفرنیا و 91313. این از این ماجرا. عرض کنم که حالا برویم و یکی دو تابلو هم از آثار خطی فدوی خدمت شما تقدیم بکنیم و نخست اگر لطف کنم اتاق فرمان و این تصویر رو تصویر این تابلو رو مرحمت بکنن دوستان می توانند ملاحظه بکنند. فدوی در گزینش مطالبی که می نویسد قدری وسواس دارد، به هر حال چیزی رو می نویسد که به خواندنش هم بی ارزد، حالا اگر هم خط خیلی خوب نباشد. بر روی این تصویر رو اگر داشته باشید ملاحظه می فرمایید که یک سطر هست، می گوید که یک تنازاده در جهان دیدم، اون هم آزادش تخلص بود. ملازم فرمید این خط ترکیبی از خط ارز کنم که نستعلی و کتابت و ارز کنم که شکسته نستعلی و این نشونگار هم که ملازم می فرمایید بهش می گویند تصحیب یا آرایه. بر روی این کار دکتر لیلاست. خب این تصویر اگه ملاحظه فرمودید، تصویر بعدی شماره 2 هست که اون رو هم ملاحظه بفرمایید که اون هم عرض بکنم که یک تابلوی است که یک بیتش رو فدوی برجسته کرده است و با قلم عرض شود که نستعلی قرشه شکسته نوشته است که میگوید نمک فتنه بهار چمن ناز توی، سیل بدنام بود خانه برانداز توی. بله، نمک فتنه بهار چمن ناز توی، سیل بدنام بود خانه برانداز توی. خب از این دست تابلوها فراوان هست، اگر یادمان بماند هر هفته و اگر شما دوست داشته باشید البته یکی دوتا از اینها رو خدمت شما عرضه میکنیم. خب این از شعر مدرن و خوشنویسی از آثار فدوی به عنوان نمونه. خب بینندگان محترم ضد انقلاب استظهار دارن که فدوی هر هفته پرسشی معمولا مصور رو به عنوان مشق شب تعیین میکنند که دوستان تأملی روش بکنن و پاسخ رو تا هفته آینده رس کنم تهیه بفرمایم. و تصویر مسابقه امروز رو که تصویر شماره 3 باید باشه، بله تصویر شماره 3 رو اگر که ملاحظه بفرمایید، فدوی پرسیده بود از شما در هفته گذشته که بفرمایید که این عکس که دارید ملاحظه میفرمایید و این جوان برومند فتح خیبر کرده است و پا برگردن اون زبان بسته گذاشته است، این در کجا، این حرکت در کجا و به چه دلیل رخ داده است؟ این پرسش فدوی بود. خب پاسخهایی هم البته که رسیده بود و عمدتاً در ارتباط بود با این مسئله نظر و نزولات این حرفا، و یا اینکه مشخصا اگر بشود گفت این بود که گفته بودند که عکس مربوط است به بازگشت یکی از حاجیانی که از ماجراهای فرودگاه جده، خاطرتون هست یکی از حاجیانی که از ماجراهای فرودگاه جده ماتت و یا از ماجراهای منا جای جان سالم به در برده است، گفتن این به خاطر این بوده، و یا ختن سوران یکی از آقازادگان و از این قبیل. که البته پاسخهای رسیده چندان درست نبود و حالا برای اینکه چیزی بند اضافی یا کم نکرده باشم، این خبر رو که پاسخشم در خودش مستتر هست ملاحظه میفرمایید. عرض کنم که خبر میگوید که در ارتباط با همین تصویری که دارید ملاحظه میکنید، میگوید که کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس‌آباد مغان
به شکرانه تصویب دو رشته در مقطع دکتری و 15 رشته کارشناسی ارشد یک رکس گوسفند قربانی کردند. بله، گناه کرد در برخ آهنگری کاشان زدم گردن مسکری، بر روی به مصداقی سالی که نفوس از بهارش پیداست، دانشگاهی هم که نفوس از آغازش پیداست. اینا قراره که از اینجا دکترا بگیرن با این حرکات. باری هست برم که چون هنوز در بخش مسابقه هستیم یا بخش آزمون یا تکلیف مشق شب که فدایی هر هفته تعیین میکند، این رو هم انجام بدیم که آزمون یا مسابقه این هفته هم داده باشیم. آزمون این هفته تصویری ندارد، البته خوشبختانه آقا فرمان به زحمت نمیافته در این ارتباط و منصور است، منصور با 3 نقطه این آزمون امروز. از شبت که 2 قسمت داره و اینو من خدمتتون میخونم. قطعات ادبی است، یکیش نثر است، یکیش شعر است و میگوید که پرسش فدوی از خوانندگان محترم ضد انقلاب آن است که آیا این از کیست و برای چیست یا برای کیست این دو اثر. خب اولیش این است که فرمود دستم را به آرامی روی دست او گذاشتم. داغ بود، حرارت دستش تا اعماق وجودم را گرم کرد. عشق به او بیتابم کرد. مایل بودم بوسه‌ای بر لب‌های خشک و پژمرده‌اش بزنم. شرم کردم. لب‌هایش را روی نقطه‌ای از سرش که مو نداشت گذاردم. آنجا هم داغ و مرطوب بود. بی اختیار با زبانم کمی از رطوبت را برداشتم. او با گرفتن انگشت شستم که روی دستش بود پاداشم را داد. امیدوارم که بینندگان محترم ضد انقلاب حافظه عرض کنم محکمی داشته باشند، در ذهن این رو داشته باشند و اندیشه کنند که این قطعه ادبی عاشقانه رو برای چه کسی ساختن. بله، پرسش دوم منظوم است. پرسش اول منصور بود، پرسش دوم منظوم است. میفرماید که پیچ و تاب عالم از گیسوی توست و از کمال دلکش ابروی توست. جلوه یزدان نشد از ماه و مهر، بلکه از خال رخ نیکوی توست. خب فدایی برای راهنمایی، برای شما را راهنمایی کرده باشه و بعضی پرسش را یا پرسش ها را آسان تر کرده باشد، به صورت به صورت آزمون 4 جوابی یا چند جوابی برای شما تهیه کرده، چند تا پاسخ داده، شما یکی رو انتخاب بکنید. خب بگوید این پاسخ ها از معاشقه رومئو و جولیت با هم دیگه است، از لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا. و در انتها گفته است که اگر پاسخ های بالا را درست نمیدانید، پاسخی را که خودتان درست میپندارید وارد کنید. حالا شما رو این قضایی را فکر بکنید تا هفته آینده اگر عمری بود بنده بیام و پاسخ درست رو خدمت شما عرض بکنم. در مورد کتاب نکته ای رو یادم رفت خدمتون عرض بکنم و عرض کرده بودم که برخی از این کتاب دیگه آثار فدوی دیگه نیستن، بسیار تمام شدن و اینا. اونایی که تمام شده باشه یا کتابشون نباشه، در صورت علاقه دوستان میتوانن در مجموعه آثار نگاه بکنن که این یکی از مجموعه آثار فدوی است که عمده به اصطلاح کارنامه 30 سال شاعری فدوی این تو هست، که البته چاپ اوله و این چاپ دوم هست که شاید چند ماه پیش انجام شده و اون آثاری که کتاباش موجود نیست میشود در اینها پیدا کرد، یا اگر عمری بود و اینها مجددا تجدید چاپ شدن خب کار آسانتر خواهد بود. بسیار خوب. خب نقطه سر سطر، یعنی برویم و به اتفاق سری به صندوق پستی برنامه تعم و تخ طنز بزنیم و ببینیم که این هفته آقای فدوی به جهت ما چه ارسال کرده است. خب در واقع چون هنوز از فضای دانشگاهی برادرانه دور نشدیم، چون همونطور که عرض کردم اون تصویری که پیش از این ملاحظه فرمودید که
اون زمان بستر رو تلافی کرده بودن در ملای عام، اونجا دانشگاه بود، جسارت روم به دیوار. بعد حالا چون در فضای دانشگاه هستیم، مطلب بعدی که فدوی تهیه کرده است باز در فضای دانشگاهی است، منتها این دفعه در سرزمینی دیگر به نام مصر، از دانشگاهی در اونجا. بله، عنوان مطلب رو فدوی مدرک معطر گذاشته. حالا در ادامه دوستان دریافت خواهند فرمود که چرا این مدرک معطر است. خب توضیح فدوی رو بخوانیم ببینیم که چی میگوید. میگوید که فدوی پیش از اینها پیرامون شتاب شگفت‌انگیز پیشرفت‌های ملل راقیه و سنجش اون با ایستایی امم باقیه مبالغی کار و تأمل کرده است و در میانه پژوهش گاه همینطور اره به ماتت مانده است که این اختلاف عظیم در شتاب پیشرفت از چه بابتی است. گفتن ندارد که این خود میتواند موضوع رساله دکترا یا فوق باشد که فدوی به دلیل ویژه‌ای که در پی بدان خواهد پرداخت و نیز چون بنا دارد که به موضوع رساله دکترای بسیار مهمتری بپردازد، اجالتاً برای موضوع دانشجو نمیپذیرد. بنابراین تلفن نفهمد که دانشجو نمیپذیرد. باری به عنوان مقدمه توأم با مستوره عرض میکند که وی سالها پیش از این در یکی از بلاد کفر و زندقه که شمال آلمان بوده است، عرض کنم که سرگرم بازدید از شهرکی تاریخی بود. آن سامان چون مع الاسف آیت الله و مجدد الاسلام و از آن میان خرخالی در پرانتز لام نداشته، فلازا تمامی وسایل کار و زندگی مردم آن شهرک به همون ترتیب حفاظت شده، سالم و دست نخورده باقی مانده بود و از آن منظر به بازدید کنندگان از جمله فدوی امکان میداد که در تأملات خود نرخ پیشرفت این ملت که جهان خرم از اوست را حدس بزنند. باری لوازم کار باقی مانده از مردم آن روزگار چندان ابتدایی و عقب مانده بود که فدوی قدمت آن را دستکم به 1000 سال پیش از این تخمین میزد. لکن وقتی قدری در اطلاعات کتبی شهرک باریکتر شد، دریافت که حسب شیوه مرزیه دوباره به خطا رفته است و قدمت آن وسایل ابتدایی 60 سالی بیش نیست. بر این پایه و با توجه به پیشرفت‌ها و نوآوری‌های شگفت‌انگیز علمای خاشپرست لعنت الله علیهم اجمعین که هر یک گره ای از مشکلات بشریت بی هیچ حصر و استثناء را گشودند، برمان مشق شب این بار به جای پرتقال فروش پیدا کنند آهنگ رشد پیشرفت این ملت سخت کوش را در این زمان اندک. خب تا شما سرتان به حل این مسئله گرم است، فدوی بحث را از منظری دیگر پی میگیرد. خب این مقدمه مطلب بود و اشاره به این که این اختلاف عظیم در پیشرفت ما و خواجه‌پرستان لعنت الله علیه اجمعین از چه بابت است. خب در ادامه میگوید که و اما در بادی هم چنین به نظر میرسد که ما مؤمنین در طول تاریخ نخنمای خود جز 3-4 تنی که معرف وزن هست بزرگان ما بوده اند، مصدر هیچ خدمت چشمگیری نبوده و اگر گرهی به گرهگاه های جامعه بشری نیفزوده باشیم، گرهی هم از گره های بشریت نگشوده ایم. این هم حرف درست است. علما، حضرات آیات و حجت اسلام اعلی الله مقام هم اجمعین نیست که عوضشان شدیدن موجه بوده و هست، زیرا در کار سنگین دوره کردن تسبیح و بازی با انگشت 31 مبارک بودند. چنین است که حل معضلات مهم ما چند صد سالی عقب افتاده است. برای نمونه می شود به طور سرانگشتی به یکی دو مورد اشاره که از جمله وضو که شما غفلت بکنید باطل می شود و روزه که با تلنگری می شکند و یا بالعکس. هم از این روز که جد اعلای فدوی نگرانی خود را در این مورد به شرح زیر عمیقا ابراز فرموده است. بله، میگوید که طبعا به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که مراد کلیم حاصل شد، وان روزه به نیم جرعه می ببخشید، افسوس که آن وضو به بادی بشکست، وان روزه به نیم جرعه می باطل شدید. رو دیگه عرض میکنم،
طبعا به نماز و روزه چون مایل شد، گفتم که مراد کلیم حاصل شد. افسوس که این وضو به بادی بشکست، وان روزه به نیم جرعه می باطل شد. و گفتن ندارد که این مشکل از قرن هشتم تا کنون، حالا میگوید که چرا قرن هشتم، از قرن هشتم تا کنون همینطور لاینحل و شدیدن روی دست مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثال هم مانده است. فدوی نمیداند که اگر آن دانشجوی خوشفکر و با استعداد دانشگاه الازهر در این ارتباط به شهر شرحی که در پی می آید به داد مؤمنین نمیرسید، تکلیف چه بود؟ خداوند انشاءالله روح پرفتوح ابوی ایشان را قرین رحمت و با مؤمنین صدر اسلام عزیز محشور بگرداند که با همت و مرارت فراوان و مثال زدنی پس از قرنها سرانجام گره از کار فروبسته مؤمنین گشود و اجر خویش را نیز در همین دنیا دریافت فرمود. خب با هم به فرازهایی از این پژوهش مفید این دانشجوی برجسته عرض کنم که نگاه میکنیم. میگوید که این دانشگاه که ذکر خیرش رفت، مدرک دکترا با رتبه عالی را به این دانشجوی گرامی عرض کنم که موضوع پایان نامش، دقت بفرمایید موضوع پایان نامه بسیار حساس، که موضوع پایان نامش پژوهش در رابطه با گازهای بیزرر معده که در زبان عامیانه به اون ببخشید گاف واف زه میگویند، اسم دیگری نداره، زبان عامیانه به اون گوز میگویند، اعطا کرد. این دانشجو که مدرک دکترایش را با رتبه عالی از دانشگاه مسئول دریافت کرده میگوید هر نوع گاز معده نمیتواند باعث باطل شدن وضو بشود، بلکه صدا، بو و مدت زمان خروج گاز معده عواملی هستند که باطل شدن یا نشدن وضو تاثیرگذار هستند. این آقای دکتر همچنین میگوید بنا به تحقیقات و پژوهش‌ها در آیات قرآن و دلایل نزول آنها، مسئله ابطال وضو به دلیل خروج گاز معده متفاوت است. بنا به گفته این دکتر دانشگاه، آن دست از بادهای معده که بوی پیاز، سیر و گل کنم بدهند وضو را باطل میکنند. بنابراین خب دیگه مشکل تقریبا حل شد. بر این پایه مؤمنین اگر پیاز، سیر و گل کنم و از این قبیل رو از به قول عوام از منوی خودشون کم بکنن، صاحب باد معده بی خطر گردیده، فلزا میتوانند نگران ابطال وضوی خود نباشند، که البته شرط کوچیک دیگری هم دارد که از این قرار است. آقای فدوی نمیشته است. حالا این نقل قول مربوط به این آقای دکتره. اما آن دست از بادهای معده که بو نداشته باشند به آنها گازهای بی ضرر میگویند و اگر از 4 ثانیه بیشتر کرنومتر باید بیاد، اگر از 4 ثانیه بیشتر طول نکشند و صدای آنها از 30 دسیبل، این واحد شدت صوت باید باشد، بله، صداهای آنها از 30 دسیبل بیشتر نباشد وضو را باطل نمی کنند. بسیار خوب، تقریبا معلوم شد. فدوی تردید ندارد که این آقای دکتر گرامی پیرامون زمان و قوت آن صدای مشکوک مایه‌کاری حساب کرده و بعید است که بشود در این مدت در این مورد با پروفسور چانه زد. باری اختلاف بین علما که از اوجب واجبات در اسلام عزیز است در اینجا نیز رخ می نماید. دسته از علما با این پژوهش قدری با احتیاط برخورد کرده و اظهار داشتند که خوشحالند از اینکه این تحقیق باعث رفع شک و شبهه شده و تاثیرگذار خواهد بود، به ویژه روی نمازهای طولانی مدت همچون نماز تراویح که به هر حال یکی از انواع نماز باید باشه. به گله دیگری از علما ما تعارف را یکسره کنار گذاشتیم، مخالفتشان را به این شکل اعلام کردن که گروه های سلفی میگویند که بر اساس نتیجه گیری این تحقیق در رابطه با ابطال وضو عمل نخواهند کرد و در باب چرایی آن که اشاراتی به ابعاد گوناگون و گسترده طوفان معده دارد افزودند که ما نمیگوییم که نتیجه این تحقیقات اشتباه است، اما تحقیق کامل نیست و تمامی بادهای معده را شامل نمیشود. بله، از جمله بادهایی که مواد لزجی به همراه آنها خارج می شود و چندین سوال دیگر در این زمینه که علما هنوز مشغول مطالعه درباره آنها هستند و به جواب قطعی هنوز نرسیدند. به هر حال این هم پژوهشی بود که خدمت شما
ارزش و زیاده پژوهشی نیست و دبیر نوشته است. بنابراین دو مطلب به گونه به همدیگه مربوط بود. اون دانشگاه که ما در اونجا اون فتح خیبر را کرده بودیم و این دانشگاهی که به هر حال تکلیف وضوعی حساس رو که میشه کند به هر تلنگری معلوم فرمود. خب از فهم که برویم به مطلب بعدی. مطلب بعدی که فدایی ارسال کرده پیرامون برخی اتفاقاتی است که در همین ماه مبارک محرم اخیر رخ داده که موجب شده که فدایی مازلا دچار شک و شبهه بشود و در نتیجه به منظور به عنوان یک نویسنده چموش برای تعیین تکلیف پرسش بکنه. بله، مقدمتا میگوید که معمول مرسوم آن بوده و هنوز هم هست که ارباب هوای نوکر را دارد. بسیار درست این کار، همه جا اینجوریست. فدوی اما شدیداً در حیرت است که چرا کسی هوای ما را که نوکر بلفطر هستیم ندارد. مایی که به اون الله قرن هاست که در تکریم و تعظیم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین مدارج افتخار آفرینی چون کلب آستان رقاصه عباس، این رو در یکی از دوستان نمیدونم شنیدن یا نه، یکی از نوهای یکی از برادرم بود که رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم و اینجا ها که میشه خب موسیقی البته اشکالی نداره، رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم. بله، گفت که مدارج افتخار آفرینی چون کلب آستان کلب آستان معنی سگ درگاه رقاصه عباس تا نوکر بیجیره و مواجب آن بزرگواران را به هر قیمت از آن خود کرده ایم. این گله را فدوی از آن جهت می کند که دریافت تیراندازی به یک هیئت عزاداری در دسفول دو کشته بر جای گذاشت در همین ماه مبارک محرم اخیر. ناگفته پیداست که ابا عبدالله علیه السلام در این درگیری به جای حفاظت از نوکران جاخالی محرمت فرموده است که فدوی این فقره را با این به قول عوام اکسکیوز زیر سبیلی رد کرد که انشالله گربه است، لیکن مورد بعدی را که در پی می آورد با پوزش از این امام همام اگر سنگ و کلوخ و سوسک هم بشود زیر بار نمی رود. حالا خبر اینه، به گزارش فارس از رسانه های وابسته حکومت اسلامی درون مرزی یعنی جمهوری اسلامی در جریان برگزاری مراسم عاشورا در شهرستان بهبهان، آقای بهبهانی در شهرستان بهبهان دو موتور سوار مسلح به کلاشینکوف به طرف عزاداران تیراندازی کردند و در این حادثه 4 نفر زخمی شدند. البته اختلاف بین علما که ذاتی و از عناصر تحکیم و ترویج شرع انور است به استناد مرور ادامه خبر به شرحی که عرض میکنم شدیداً همچنان به قوت خود باقی است. این اختلافات علما اینجوری است. علمای پلیس فرمودن که 1. هیچ تیراندازی در این استان گزارش نشده و اخبار مربوط به این مسئله کذب است. آقای محمد رضا اسحاقی فرمانده پلیس در خوزستان و عرض شود که 2. بین 2 هیئت عزاداری تیراندازی اتفاق افتاده. بین 2 هیئت عزاداری این تیراندازی اتفاق افتاده اما این حادثه تروریستی نبوده است. بله، خیالمون راحت شد، خوشحال شدیم. 3. علمای دیگری فرمودند که گزارش پلیس حاکی از امنیتی بودن تیراندازی اخیر در شهر صفی‌آباد است و موضوع فاقد هر گونه انگیزه و جنبه فردی و طایفه‌ای است. این هم فرمایش علمای داستانی عمومی و انقلاب دسفور. تصویری که این مربوط به این مطلب هست رو شماره 4 بود، بنده یادم رفت که خواهش کنم که نشان بدهن. این تصویر واقعی است و
تصویر همین عرض کنم این دسته از این عزاداران گرامی است که به روی آنها آتش گشودند. بله، لاکن بین خودمان باشد، و فدری داره ادامه میده، لاکن بین خودمان باشد، گوش استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل کرد، ضد انقلاب هم نشنود. فدوی گیس اضافه ندارد که از طریق دخالت در مسائل برادرانه و تکنیکی ترور دست برادران بدهد. لاکن از اون حضرت علیه السلام دوباره میپرسد که آیا که این فقره را دیگر چرا؟ از اون حضرت دوباره میپرسد که این فقره را دیگر چرا جا خالی محرمت فرموده است؟ و پرسش وابسته اینی که اگر موضع اون حضرت علیه السلام در تهاجمات بعدی هم بر همین منوال است، یعنی ایشون همچنان میخواد جا خالی بده، که فدوی فکری به حال خودش بکنه. حالا سایر مؤمنین و مؤمنات کسر لا امثال هم خودشان میدانند، زیاده جسارت است. خب این هم مطلبی بود که خدمت شما تقدیم شد. ما وقت گوینده که هنوز داریم، بنده بایده شما از این آب کر این مقداری بنوشم و بعد برویم سراغ خواهر جنیفر لوپز که جهان خرم از اوست. بله، این مطلب رو فدوی فرستاده است و عنوانش هم هست شطور سواری، که خب ما خودمون کاملش رو داریم دیگه، که میگیم که شطور سواری دلا دلا نمیشود. بله، تصویری که در این مورد داریم تصویر شماره 5 هست که خواهر جنیفر لوپز رو ملاحظه میفرمایید که رفته بوده است در مراکش و اونجا کنسرتی برگزار کرده است. اونجا خب قدری به هر حال رعایت حجاب رو نفرموده است این ضعیفه سجادیه، و سر صدای رئیس جمهور اون ولایت در آمده است. به هر حال ببینیم که فدوی چه نوشته است. از میان خبرهای امروز تیتر زیر که الان خدمتتون عرض میکنیم، که از برادر بی بی سی نقل میشود، به دلیل تشابه موضوع در ایران اسلامی چشم فدوی را گرفت. خب خبر چیست؟ میگوید که نخست وزیر مراکش خواهان اقدام قانونی علیه مسئولان پخش کنسرت جنیفر لوپز شد. و ادامه خبر میمنت اثر به اینجا میرسد که مقام مسئول آقای رئیس جمهور، ببخشید نخست وزیر، گفته است که این کنسرت را حاوی صحنه‌های شرم‌آور توصیف کرد و پخش تلویزیونی آن را به شدت سهل‌انگارانه خواند. پس معلوم شد که عرض کنم که این خواهر جنیفر لوپز کنسرتش در اونجا پخش شده است. بله، خب حالا ببین چی شده، ادامه ماجرا چگونه است. فدوی ادامه میدهد که مهمترین تفاوتی که فدوی با مقام معظم رهبری، در پرانتز زب یعنی مخفف زائف الله پروستاته، دارد، مهمترین تفاوتی که فدوی با مقام معظم رهبری دارد این است که فدوی برعکس معظم الله در امور کشورهای مسلمان دیگر دخالت نمی کند. فلذا به قول عوام I don't care که خواهر جنیفر لوپز که جهان خرم از اوست برنامهش در دیار مذکور پخش شده باشد یا نشده باشد. لکن بر این باور است که شطور سواری که از تخصصهای برادران در اون سمت و سو نیز هست دلا دلا نمی شود. البته فدوی اذعان دارد که برادران او در ایران سابق نیز همین حرکت را حتی با بانوان شهروند خودشان به تکرار مرتکب شده و می شود. خواهر جنیفر لوپز که دیگر جای خود دارد. لکن دست کم گرفتاری شما را که نامتان باشد را دیگر ندارد. مراد فدوی در اینجا، مخاطب فدوی در اینجا آقای نخست وزیره که میگه حالا جنیفر لوپز هر اشکال و هر مشکلی که داره حداقل اسمش مثل اسم تو نیست. حالا ببینیم اسم این آقای نخست وزیر چیست. بله، فرضا فدوی توصیه میکنم که نخست وزیر یک فکری به حال اسمش بکند اول، یعنی
این اسم رو اول یک فکری براش بکنه، بعد برود سر وقت خارج این فلوپوریس. و اسم ایشون هست، حالا من این خبر رو میکنم، فدوی بی تقصیرت، البته در جایی هم فدوی سوگند خورده است که این محصول کارگاه طنز او نیست و این خود جنس است، یعنی عرض کردم که نام این بزرگوار، نام این آقای نخست وزیر هست. بله قسم خورده اینجا فدوی که فدوی قاسم الجبانی را گواه میگیرد و اگر نمیپذیرید روح پرفتوح حضرت امام در پرانتز لام و پروستات مقام معظم رهبری ادام الله حلوه را نیز برای محکمکاری زمینه میکند که نام فوق، یعنی اسم این آقای نخست وزیر، ساخته و پرداخته کارگاه طنز او نیست و خود جنس است. اصلا این هم سند منگوره دارش، این اینه پس کنم که خبره. آقای بنکیران، ببخشید این اسم این بزرگوار است، من بی تفسیرم، فدایی هم که من بی تفسیر تر. آقای بنکیران این کنسرت را حاوی صحنه های شرم‌آور توصیف کرد و پخش تلویزیون اونجا همطور که بالا عرض شد به شدت سهرنگارانه خواند. عبدالله بنکیران نخست وزیر مراکش دستور داده که در مورد پخش کنسرت جنجال برانگیز جنیفر لوپز از تلویزیون سراسر این کشور تحقیق شود. بله کنسرت این خواننده و بازیگر امریکایی و پخش تلویزیون اون واکنش های زیادی برانگیخت و عده‌ای از سیاستمداران در کشور اسلامی مراکش خواهان کنارگیری وزیر ارتباطات مراکش شدند. برای همین بود که فدوی گفت که شما اول بروید یه فکر برای این اسمتون بکنید بعد بیاید یقی خواهر جنیفر لوپز، اگر یقی البته داشته باشه، بگیرید. خب بنم که میدانید مثلا میگن وقتی میگن که مثلا احمد ابن نصر سامانی، مثلا این ابن یعنی فرزند پسر، خب ایشون هم عرض کنم که برادر بن کیران هست، یعنی این ابن همون این بن مخفف همون ابن یعنی پسر، عبدالله بن کیران. خب تصویر رو هم که ملاحظه فرمودید، حالا آنچه که فدوی میتواند که به این قسمت اضافه بکنه که باز به گونه ای به جامعه شکومت اسلامی خودمان مربوط می شود آن است که باز خدا عربی برادران خودمان را بیامرزد که برای صرف جوی در وقت کنسرت ها را لغو می فرماید که دیگه این اتفاقات هم نیفته. بنابراین وقتی کنسرتی در کار نباشد خب این مشکلات هم نداره و شما در گزارش اگر نگاه می کنید ملاحظه می فرمید از رسانه های جراید شریفه دار و خرافه، شما ملاحظه می فرمایید که کنسرت های خط در میان لغو می شوند، آنهایی که مال مردم عادی است البته، ولی یک کسانی که به هر حال پامنبری خودشون میگم پامنبری حاج منصوری مثلا، ایشون نه تنها اونجا کنسرت های مفصل دارد، آقای بنیامین در این سو در بلاد کفر که می آید همه جا به ویژه در لس آنجلس شهرهای مختلف کالیفرنیا همه جا ایشان سردات به قول عوام و نوچه از شبت که خودش گفته این حرف ما نیست، قبل از عزیمت به بلاد کفر ممالک محروسه امریک فرموده است در یک گزارش مفصلی، یک مصاحبه مفصلی که با خبرگزاری وابسته تسلیم داشته است، اونجا قبل از پرواز به امریکا شیطان بزرگ فرموده است که بله من پامنبری حاج منصورم، حاج منصورم از مداحان عرض کنم که بیت رهبری است. به هر حال بله فدوی گفت که خدا پدر برادران خودمان را بیامرزد که کنسرت ها را لغو میکنند و که این مشکلات هم در پی نداشته باشه. و در ادامه افزوده است که خوانندگان محترم یا بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب بهتر می‌دانند که این روزها بازار لغو کنسرت ها شدیداً داغ است. منتها خب عرض کردم مال هنرمندان عرض کنم غیر مکتبی هست. شیوه برادران در به هم ریختن کنسرت ها نسبت به گذشته البته قدری تغییر کرد که در این حال بیانگر پیشرفت امور در جامعه شکوهمند
اسلامی ما نیز هست. خدم لاک نمی داند که چرا شیوه مذکور مقدمتا او را بیاد این لطیفه قدیمی انداخت که راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین روایت کردند که دو نفر مشغول کندن زمین بودند، به این ترتیب که یکی خاکا را بیرون میریخت و دومی اون را به گودال باز میگردند. این حرکت موجب حیرت عابری شد و سبب را پرسید. گفتند که والا ما سه نفریم، نفر سوم که لوله رو در زمین میذاره غایبه، ما هم کار خودمونو میکنیم. یعنی یکی زمینو میکنه خاکاری میذاره، اون یکی خاکاری میذاره اون تو، نفر سوم هم که لوله باد بذاره اون تو غایبه، اینا هم کار خودشونو میکنن. حالا حکایت برادران است که یکی مجوز برگزاری کنسرت را صادر میکنه. مناظر فرمودید هر از گاه یک خط در میون این وزارت ارشاد گرامی مثلا کنسرت رو بعد از اینکه از قیف های گوناگون رد میشه مجوز رو صادر میکنه و کسان دیگری لغو میکنن که مشخص هستن دیگه، البته سربازان ولایت میدونم، سربازان گمنام امام زمان، عج نمیدونم، لباس شخصی ها و از این قبیل. و حتی بعد کلیپ دیدم که اصلا بلیت های فروخته شده، تماشاچیان موجود، خواننده که مشغول اجرای برنامه بود، برادران کسر الله امثالهم، یک دفعه مثل عرض کنم که زلزله تشریف آوردن و خوانندگان را به زیر کشیدند و کافر را به هم زدند. بله، فدایی میگوید که اینجوری است که یک کسی میآید مجوز رو صادر میکنه، دیگری عرض کنم که لغو میکنه. حالا بعد در ادامه میگوید که فقره تازه‌ای را که فدوی به نقل از آخرین نیوز من به خبرش هم نوشته در پی میآورد اما قدری متفاوت است. حالا نگاه کنید، این با لغو کنسرت های دیگر این مقدار تفاوت داره. تیتر مطلب اینه، این تیتر مطلب، یک لغو کنسرت عجیب در خرم‌آباد. و در ادامه خبر میمنت اثر میگوید به گزارش فارس برخی منابع خبری تصادف گروه همراه سامان جلیلی را علت لغو این کنسرت عنوان کردند، اما با پیگیری هایی که فارس انجام داد مشخص شد که تمامی اعضای این گروه در سلامت کامل هستند و تصادفی رخ نداده است. هنوز ادامه این ادامه خبره، هنوز علت اصلی لغو این کنسرت مشخص نشده است، اما تهیه کنندگان این کنسرت در خرم‌آباد تصادف گروه همراه را علت لغو عنوان کرده است. خب این نظر یکی از جرایت شریفه دار و خرافه است، اما نظر فدایی می‌بینیم چیست. میگوید که باری از شما چه پنهان که خبرنگار چموش هنری ما که احساس کرده بود که باید کاسه زیر نیمکاسه بوده باشد، پس از اعمال چندین فقر عملیات محسوس و نامحسوس به قول عوام فایند آوت کرد که قضیه برعکس بوده است، یعنی سربازان ولایت تصادف کرده بودند و چون به علت شدت جراحات وارده نمی توانستند برای برهم زدن کنسرت در سالن مربوطه حاضر شوند، فرضا آن را لغو فرمودند. زیاده گزارشی نیست. خب ما تا اینجا آمدیم و وقت رو به اتمام است یا تمام شده است. مطلب کوتاه دیگری من عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. عرض شود که عبارتی هست در کارهای پژوهشی و تحقیقی یا نسخه های ادبیات و حرفا به اسم اصلح نسخ، یعنی شایسته ترین نسخه. و این داستان میدونی طولانی است و که چرا اینجوری است، یعنی گاه شده است که فدوی خواسته است که در حین تدوین مقاله یا کتابی مثلا فرض بفرمایید بیتی از عالی جناب حافظ رو بیاورد، خب مجبور است که سه یا چهار ریفرنس بده، بگوید در مثلا در حافظ نسخه قدسی چنین است، در حافظ غنی چنین است،
در حافظ فرزاد چنین است و این نسخه هایی که موجود، یعنی یک بیت به چندین شکل و قیافه آمده است و این اصطلاحات مربوط به اون داستان تصحیح متون هست و این هم خود طنز پژوهشی است. دوستان که سوال میکردن میبینید که فرمت هایی که فدوی انتخاب میکند برای کار محدود و منحصر به یه فرم خاص نثر نیست، از فرمت های گوناگون استفاده میکنه. این طنز پژوهشی است و عرض شود که عکس شماره 6 مربوط است به این داستان. و کوتاه اشاره بکنم، دوستان البته میدانم، فقط یادآوری میکنم که علت این در واقع تعدد نسخه ها بیشتر به خاطر اوضاع نابسامان اهل اندیشه در ایران همیشه همینطور بوده، البته که اهل فضل همیشه در گرفتاری و زحمت بودن و بعد از تشریف فرمایی اسلام عزیز خب بعض مشکل تر شده است. بسیاری از اینها آماج تکفیر و توبیخ و تنبیه و اینها شدن یا دست کم آثارشون در زمان حیاتشون منتشر نشده است و بعدها گاهی وقتا به فاصله چند دهه دوستانی که برحال اندیشمندانی که یا دوستانی که یا پژوهندگانی که نسخه هایی رو در اختیار داشتن اینها رو جمع کردن. خب طبیعی است که بسیار اغلاط فاحش یا بیت های غیر اصیل در این نسخه ها وارد میشن و کار رو مشکل تر میکنن. و هر روی الان بحث این قسمت رو نمیتوانیم بکنیم، نه زمان هست و نه استطاعت. عرض کنم که تصویر شماره 6 اگر ملاحظه فرمایید، این یادداشت یا این نامه منتسب است به امیر کبیر، از رجال بسیار برجسته ایران آدم حسابی. عرض کنم که در اصالت این سند بنده شخصا تحقیقی نکردم، نمیدانم، ولی به هر حال مشهور است در همه جا و در همه نسخه ها و اینها مشهور است که این عرض کنم منصوب است به امیر کبیر. و حالا دوستان نمیدونم تصویر رو به گونه ملاحظه میکنن که بتوانند بخوانم، چون خانام هست این که من دارم الان نگاه میکنم. بر فرض این که این یادداشت متعلق به اون بزرگوار باشد، فرموده است که خطاب به ناصرالدین شاه فرموده است که قربانت شوم از سایه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشغولم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معذول کرده بودم به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان رانده اید. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. زیاده جسارت از تغییر. منظور میرزا تقیخان امیر کبیر است. خب این اثر یه اثر کلاسیک است منصوب به امیر کبیر. خب حالا فدایی آمده است که کاری بکند در حوزه تحقیق و پژوهش. به همین مناسبت هم اسم این بحث رو گذاشته است طنز پژوهشی. بله گفته است که شهر شدیداً شلوغ است و فدایی هم خواست که با اغتنام فرصت بخت خود را در امر خطیر تصحیح متون نیز بیازماید. باری متن مغلوطی را که فدوی برگزید متعلق به دوران قاجار و عهد ناصری و به شهری است که خدمت شما خوانده شد و تصویر آن ملاحظه فرمودید. فدوی میگوید که در اثر دخالت کاتبان و ناقلان بی سواد یا کم سواد اغلاطی فاحش در اون راه یافته بود که فدوی اون رو اصلاح کرد. بعد در انتها میگوید که فدوی پس از مقابله متون متعدد و البته قابل اعتماد موفق شد که متن مذکور را به شهر زیر ویراسته و پیراسته و به قول عوام up to date و به سمع و نظر خوانندگان محترم ضد انقلاب و بینندگان و شنوندگان ضد انقلاب رسانده و اجر خود را نیز از مسئولین زیر ربط علی الله مقامهم اجمعین مسئلت نماید. خب حالا متنی که به تصحیح فدوی شده اینه
این متن است که فدوی تصحیح کرده است، متن اصلی رو که ملاحظه کردید و من شما خوندم. بله، متن فدوی این است: قربانت شوم، از سایه که مشغول رتق و فتق امور مالیه ولایات بودم خبر رسید که برادر خاوری با مبلغ 3000 میلیارد وجه رایج مملکت امام زمان عج ام القرا را به مقصد یکی از مستملکات سیستر الیزابت ترک و به اون الله صحیح و سالم به ممالک محروسه کانادا هجرت فرموده و اجالتا برای دستگرمی بیت 3 میلیون دلاری خود را نیز ابتیا و به دعاگویی وجود مبارک مفتخر و به الطاف خفیه آن حضرت مستظهر است. این مختصر مستعجلا قلمی شد تا اعلی حضرت العظما، یعنی مقام معظم رهبری. این از محصولات فرنگستان فدوی است. ما پیش از این اعلی حضرت داشتیم اما اعلی حضرت العظما نداشتیم. یک ترکیب جدیدی است که فدوی به ناگزیر تورید کرده است در فرنگستان فدوی. بله، این مختصر مستعجلا قلمی شد تا اعلی حضرت العظما بدانند که اداره امور مملکت بی توصیه عمو خاله نمی شود. ملاحظه کردید در متن اصلی در امیر کبیر خب اون غلط بود دیگه. امیر کبیر مرحوم داشته است، به فرضی که با این نامه اون انتصابش درست باشد، مرحوم فرموده بود که تا اعلی حضرت بدانند که اداره امور مملکت با توصیه عمو خاله نمی شود. متن فدوی اینجوری است: تا اعلی حضرت عظما بدانند که اداره امور مملکت بی توصیه عمم و خاله نمی شود. بله، اینم از این. سپاسگزارم از دوستانی که شاهد و ناظر این مختصر بودن. ممنونم از اتاق فرمان که سالوت کنه ما رو همراهی کردن و از بینندگان و شنوندگان گرامی اجازه مرخصی میخوام و اگر عمری بود هفته دیگر هم در خدمت خواهم بود و برای همگان آرزوی بهروزی و پیروزی دارم. تا درود دیگر، بدرود.